بسم الله الرحمن الرحیم. حوزه مایع ادیما، حوزه ما عبارت از ازدیاد مایع در فضای بین‌المللی هست. شما راجع به فشار هایدروستاتیک و فشار ازموتیک معلومات دارین. فشار هایدروستاتیک در اثر پمپاژ خون توسط قلب ایجاد میشه، یعنی وقتی که قلب خون پمپ میکنه یک فشار در شریان ایجاد میکنه که فشار به عروق شریان هم انتقال میکنه. فشار هایدروستاتیک در عروق شریه 30 میلیمتر سون سیما و در وینول ها 18 میلیمتر سون سیما بس. فشار آزموتیک مربوط پروتینای پلازما یعنی البومین است. البومین توسط کبد ساخته میشه. فشار آزموتیک در خون شریانی و خون وریدی یکسان است و تقریبا 25 میلیمتر سون سیما بس. فشار آزموتیک در فضای بین‌المللی مربوط پروتینا هست و در حدود 10 میلیمتر سون سیما بس. فشار هایدروستاتیک در فضای بین‌المللی مربوط فشار انساج است و در حدود 8 میلیمتر سون سیما بس. شما مطالعه کردیم که عروق شریه در تبادله مواد بین خون و حجرات نقش عمده ای داره. مایع آبی، مواد غذایی و اکسیژن از جدار عروق شریه خارج میشه و به حجرات انتقال میکنه. مایع آبی مواد اضافی ناشی از متابولیسم و کربن دی اکساید از حجرات خارج میشه و توسط وینول ها جذب میشه. در جهت شریانی فشارهای غلبه میکنه که باعث خارج شدن مایع از جدار عروق شریه میشه. در جهت وریدی فشارهای غلبه میکنه که باعث جذب مایع توسط وینول ها میشه. در اکثریت انساج و پلوی سیستم وریدی سیستم لنفاوی هم وجود داره که سیستم لنفاوی در حقیقت یک سیستم دریناژ کمکی هست. شریه لنفاوی مایات اضافی را از فضای بین‌المللی جمع‌آوری میکنه. افزایش فشار هایدروستاتیک، کاهش فشار آزموتیک، اختلال در دریناژ سیستم لنفاوی و افزایش قابلیت نفوذ اویه میتونه میکانیزم های ایجاد کننده اوزایما باشه. یعنی هر حالتی که باعث افزایش فشار هایدروستاتیک شوه یا کاهش فشار آزموتیک یا افزایش قابلیت نفوذ اویه ایجاد کنه میتونه اوزایمار به وجود بیاره. حالاتی که باعث اختلال در دریناژ سیستم لنفاوی میشه هم میتونه ایجاد کننده اوزایما باشه. اوزایما میتونه به سه شکل باشه. اوزایما عمومی، علت اوزایما عمومی میتونه اضافه بار مایات باشه. اضافه بار مایات در عدم کفای قلب و عدم کفای کلیه به وجود میاد، میتونه اوزایما رو ایجاد کنه. اضافه بار مایات باعث افزایش فشار هایدروستاتیک میشه و میتونه اوزایما رو ایجاد کنه. کاهش پروتینای خون میتونه اوزایما رو ایجاد کنه. کاهش پروتینای خون باعث کاهش فشار آزموتیک میشه و کاهش فشار آزموتیک میتونه ایجاد کننده اوزایما باشه. پروتینای خون معمولا در امراض مثل سیروز کبد و نفروتیک سندروم کاهش پیدا میکنه. در سیروز کبد پروتین ها به شکل کافی ساخته نمیشه و در نفروتیک سندروم پروتین ها از طریق ادرار دفع میشه. اوزایمای موضوعی میتونه اسباب وریدی داشته باشه، مثلا در دیپوین ترومبوز اوزایما به شکل موضوعی تحساس میکنه. اسباب لنفاتیک داشته باشه، یعنی وقتی که در یک قسمت سیستم لنفاوی مشکل پیدا میکنه میتونه اوزایما به شکل موضوعی در اون قسمت ایجاد کنه. اسباب التهابی میتونه اوزایمای موضوعی داشته باشه. التهاب باعث اوزایما میشه و در
نای کلتا وجود داره، آزایما به شکل موضعی به وجود می آیه. انجیودیما یکی از اسباب الرژیک آزایما هست. انجیودیما باعث آزایما در قسمت لبها، در قسمت وجه می شه. در صورتی که انجیودیما در طرق هوایی به وجود بیا می تونه تردید کنده حیات باشه. آزایما می تونه به شکل وضعیتی باشه. آزایما بدون وس، آزایمای پیتنگ و آزایمای نان پیتنگ، در صورتی که با انگشت بالای نایه آزایمایی فشار وارد شود حداقل به مدت 15 ثانیه و انتباه انگشت باقی بمانه، ای آزایما رو آزایمای پیتنگ میگیم. ولی در صورتی که بالای نایه آزایمایی به مدت 15 ثانیه فشار وارد شود و انتباه انگشت باقی نمانه، ای آزایما آزایمای نان پیتنگ گفته میشه. کمکاری غده تایروید و اختلال در دریناژ سیستم لنفاوی باعث آزایمای نان پیتنگ میشه. دیگه امراضی که باعث آزایما میشه میتونه آزایما را از نو پیتنگ ایجاد کنه. علت آزایما در میزای قلبی، در میزای قلبی مخصوصا در عدم کفای قلب، اوتپوت قلبی کاهش پیدا میکنه. کاهش اوتپوت قلبی باعث کاهش جریان خون در کلیه میشه. کاهش جریان خون در کلیه باعث ترشح رینین از دستگاه جنب گلومیرولی میشه. رینین آنجیوتنسینوجن با آنجیوتنسین 1 تبدیل میکنه. آنجیوتنسین 1 توسط آنجیوتنسین کانورتینگ انزایم به آنجیوتنسین 2 تبدیل میشه. آنجیوتنسین 2 باعث ترشح آلدسترون میشه. آلدسترون باعث التباس آب نمک میشه. التباس آب نمک باعث افزایش فشار هایدروستاتیک میشه و میتونه آزایما را ایجاد کنه. در مریضای عدم کفای قلب احتقان وریدی به وجود می آید، به خاطر از اینکه قلب به شکل نرمال خون پمپ کرده نمی تانه. خون در وریدها تجمع می کنه. تجمع خون در وریدها باعث احتقان وریدی می شه. احتقان وریدی باعث افزایش فشار هایدروستاتیک می شه و می تانه آزایما را ایجاد کنه. در مریضای عدم کفای قلب کبد احتقانی می شه و احتقان در کبد باعث اختلال در ساخت آلبومین میشه. سطح آلبومین در میزه سیروز قلبی کاهش پیدا میکنه و آزایما به وجود میآید. در میزه عدم کفای قلب ترشح وازوپرسین یا آنتی دیوریتیک هورمون هم افزایش پیدا میکنه. آنتی دیوریتیک هورمون باعث التباس آب میشه و میتونه آزایما رو تشدید کنه. اسباب قلبی آزایما: عدم کفایت قلب، کانستریکتیو پریکاردیتیس و کاردیومایوپاتی هست. این امراض قلبی میتونه باعث آزایما شوه. آزایما میتونه یک طرفه باشه، میتونه دو طرفه باشه. اسباب آزایما یک طرفه دیپ وین ترومبوز است. دیپ وین ترومبوز معمولا در اورده ساق ایجاد میشه و میتونه آزایما رو به شکل یک طرفه در اون قسمت ایجاد کنه. انتانات نسج نرم یا سلولایتیس میتونه آزایما رو به شکل یک طرفه ایجاد کنه. تروما، عدم تروکیت مثلا امیپلیجیا میتونه باعث آزایما یک طرفه شه. امیپلیجی هم خصوصا در میزای سکته مغزی به وجود میه. یک طرف مثلا دست راست و پای راست تحرکیت از مختل میشه و میتونه آزایما هم در امو یک طرف ایجاد شه. انسداد اویه لنفاوی هم میتونه آزایما رو به شکل یک طرفه ایجاد کنه. عدم کفایت قلب باعث آزایمای دو طرفه میشه در مریضایی که تحرکیت داره. عدم کفایت قلب باعث ایجاد آزایما در اطراف سفلی میشه. و در مریضایی که محکوم به بستر است، عدم کفایت قلب باعث ایجاد آزایما در نای سکروم میشه. کاهش پروتینای خون در امراض مثل نفروتیک سندروم، کاوشیرکور، سیروز جگر
پروتین لوزنگ انتروپاتی مثل کرون دیزیز و کویلیاک دیزیز میتونه ایجاد کننده اوزایما باشه. در نفروتیک سندروم البومین از طریق ادرار دفع میشه، سوی البومین در خون کاهش پیدا میکنه و فشار آنکوتی کم میشه، میتونه اوزایما به وجود بیاید. در کواشیرکور سوی پروتین ها در خون کاهش پیدا میکنه و کاهش البومین میتونه ایجاد کننده اوزایما باشه. در سیروز جگر البومین توسط کبد ساخته نمیشه و در امراض مثل کرون دیزیز و کویلیاک دیزیز یا سیلیاک دیزیز پروتین ها توسط سیستم هضمی جذب نمیشه و از طریق سیستم هضمی پروتین ها ضایع میشه. تمام ایالات از طریق کاهش پروتین خون و کاهش فشار آزموتیک اوزایما را ایجاد میکنه. اختلال در دریناژ سیستم لنفاوی در اثر تومور حوصله و مریضی پرازیتی به نام فیلیاریازیس میتونه اوزایما را ایجاد کنه. دواها نان استرویدال آنتی انفلامیتوری درگ، املودیپین، فلودروکورتیزون میتونه اوزایما را ایجاد کنه. نان استرویدال آنتی انفلامیتوری درگ باعث التباس آب به نمک میشه و میتونه فشار روی دیستاتیک افزایش بده و از این طریق اوزایما را ایجاد کنه. املودیپین باعث افزایش قابلیت نفوذی اویه میشه و اوزایما را ایجاد میکنه. انسداد ورید اجواف سفلی، کمبود تیامین، میلروی دیزیز یا ابنرمالیتی ولادی در اویه لنفاوی میتونه ایجاد کننده اوزایما باشه. عدم کفایه کلیه، عدم تحرکیت، میگزودما یا کمکاری خود تایروید، التهاب گلومیرول و حاملگی هم از جمله حالات است که میتونه اوزایما را ایجاد کنه. ایموپتایزیس یا سرفه خونی به تقشع خونی یا بلغم خونالود ایموپتایزیس گفته میشه. منبع خونریزی باید پایین تر از وکال کورد باشه. ایموپتایزیس به 4 درجه تقسیم میشه. درجه 1 یا ایموپتایز خفیف به حالت گفته میشه که کمتر از 5 میلیلیتر خون در 24 ساعت دفع شود. درجه 2 یا ایموپتایز متوسط بالات گفته میشه که از 50 تا 200 میلیلیتر خون در 24 ساعت دفع شود. درجه 3 یا شدید بالات گفته میشه که بیشتر از 200 میلیلیتر خون در 24 ساعت دفع شود. درجه 4 یا کتلوی بالات گفته میشه که بیشتر از 600 میلیلیتر خون در 24 ساعت دفع شود. اسباب سرفه خونی تومورها، تومورهای خبیث و تومورهای سلیم. تومورهای خبیث میتونه کانسر ریه باشه. کانسر ریه میتونه باعث سرفه خونی شوه. میتاستاز سرطان ها و برانچ ها میتونه سرفه خونی رو ایجاد کنه. سرطان به قسمت بدن وجود داره، میتاستاز میتونه به برانچ و باعث سرفه خونی میشه. تومورهای سلیم مثل برانچل کارسینوید میتونه ایجاد کننده سرفه خونی باشه. انتانات مثل برونشیکتازیس یا توسعه موضعی غیر نرمال جدار برانش، توبرکولوز، آبسه ریه، مایسیتوما که یک مریضی فنگسی است و سیستیک فیبروز میتونه سرفه خونی رو ایجاد کنه. اسباب واسکولار سرفه خونی ویگنر گرانولوماتوز. در ویگنر گرانولوماتوز واسکولایتس در ریه و کلیه به وجود می آید و می تونه سرفه خونی و ادرار خونی را ایجاد کنه. گود پاستچر سندروم یا هانتی جی بی ام دیزیز در ایالت در مقابل غشای قاعدوی در کلیه و ریه توسط سیستم معافیتی انتیبادی ایجاد می شه و سرفه خونی و ادرار خونی از مریض به وجود می آید. گود پاستچر سندروم یک مریضی اوتو امیون است. پولمونری امبولی هم می تونه باعث ایموپتایزیس یا سرفه خونی شوه. علت سرفه خونی می تونه تروما باشه. تروما به قسمت صدر، جسم اجنبی در طرق هوایی هم میتونه سرفه خونی رو ایجاد کنه. علت سرفه خونی میتونه یاتروجنیک باشه.
یعنی بعض مداخلات به خاطر تشخیص و تداوی بعضی از امراض توسط پرسنل صحی انجام میشه و این مداخلات میتونه باعث سرفه خونی شوه. کمی اسباب یاتوجنیک سرفه خونی میگیم. بیوپسی از طریق برونکوسکوپی، بیوپسی از ریه از طریق صدر میتونه سرفه خونی را ایجاد کنه. برونکوسکوپیک دیاترمی که به خاطر تداوی بعض سرطان ها استفاده میشه هم میتونه سرفه خونی را ایجاد کنه. اسباب قلبی سرفه خونی، میترال استینوز یکی از اسباب قلبی سرفه خونی است. اندوکاردیت انتانی، عدم کفایی حاد بطن چپ، انشقاق شیریان ابهر به طرق هوایی میتونه باعث سرفه خونی به شکل کتلوی شود. امراض خون میتونه باعث سرفه خونی شود، مثلا اپلاستیک انیمیا که باعث کاهش کرویات سرخ، کرویات سفید و پلاتلت ها میشه، میتونه سرفه خونی را ایجاد کنه. یا هر مریضی دیگه که باعث کاهش پلاتلت ها شده میتونه ایجاد کننده سرفه خونی هم باشه. استفاده از انتی کوگولانت یا انتی کوگولیشن هم میتونه سرفه خونی را ایجاد کنه. انتی کوگولانت ها در بعض مریضای قلبی استفاده میشه، مثلا به مریضای اتریال فیبریلیشن انتی کوگولانت مثل وارفارین داده میشه. یکی از عوارض جانبی انتی کوگولانت ها خونریزی هست و انتی کوگولانت ها میتونه سرفه خونی را ایجاد کنه.